در فضای پدید آمده رضاخان که از دشمنی کلونل پسیان و قوام و سلطنه بهره گرفته و با دریافت اعتبارات تازه آن قیام را سرکوب کرده بود دنبال خان سابق خود سردار معید رفت همان که روزگاری گوسفندانش را میچرانید همان که میدانست بر همه چیز خطه سرسبز سوادکوه مسلط است بعد به تونه کابون متوجه شد و قیام ساید و دوله را سرکوب کرد. با هر یک از این اعمال او قدرتی بیشتر کسب می کرد. سفارت در لاک خزیده انگلیس ایادی خود را همه به حمایت سردار سپه تشویق کرده بود و این علامت را بسیاری از رجال جوانتر دریافت کرده و مدام در پی ایجاد روابط با سردار سپه بودند. مجلس چهارم را بالاخره قوام و سلطنه بعد از شش سال فطرت کشود و نیروی تازه ای را وارد فضای سیاسی کشور کرد. شست و پنج ای که به تهران رسیده بودند بعد از افتتاح مجلس توسط احمد شاه فوراً معتمن الملک پیرنیا را به ریاست برگزیدند. حکیم الملک و مدرس نایب رئیس شدند. این خود نمادی بود که معنا داشت. متمن الملک به بیطرفی و وجاهت ملی شهرت داشت حکیم الملک انگلفیل خوانده میشد و مدرس ضد انگلیسی در این مجلس اکثریت را اعتدالیون به عهده داشتند که چهره های برجسته مدرس سردار معظم خراسانی و نصرت و دوله بودند که همه در این زمان ضد انگلیس و جزء زندانیان سیدزیا. سوسیالیستا گروه بعدی بودند که سلیمان میرزا اسکندری سید محمد صادق تبا تبایی و ملک و در آن بودند و حدود 29 تن به حساب آمدند اده از رجال صاحب عنوان مانند مشیر و دوله سید یعقوب انبار و چند روحانی دیگر نیز به هیچ دسته متمایل نبودند ولی عملا به اعتدالیون گرایش داشتند. بهترین سخنران این مجلس سردار معظم خراسانی بود که مدرس او را یگان ناطق مجلس شورای اسلامی خواند او و مدرس بیشترین تاثیرها را میگذاشتند و امکانات فرمان فرما در بحث در اختیار آنها بود به همین ترتیب چند ماه بعد آنها حکیم الملک را از نیابت مجلس انداختند سردار معظم نا خود, نا... رئیس اول شد و مدرس را هم نگه داشت. مجلس شروع نشده توبخانه سردار معظم به کار افتاد و اعتبارنامه همکاران سید زیا، عدلالملک، محمد آمری، سید مهدی فروخ رد شد. اعتبار خود سید زیا هم اصلا مطرح نشد. عده ای که اعتبار نامهشان رد شد عملا به عنوان مخالفان خونی مدرس سردار معظم و نصرت و دوله جایی جز نزدیک شدن به سردار سپه نداشتند. در حالی که خوانین و مالکان که معمولا در مجلس بودن نیز مدام نیاز به وزارت جنگ پیدا می چرا که اختشاش و شورش و ناامنی بیش از همه به آنها ضرر و زیان می رسن. رضا نیز در هر یک از این فرصت ها آنان را در صف معتقدان خود قرار میداد و در این کار به دست بندی های داخل مجلس اعتنایی نداشت گویی ناگهان تمامی شرایط در کنار هم قرار گرفته بود تا او را بالاتر ببرد و قدرت بخشد جز آنکه خودش هم قابلیتی غیرقابل تصور از خود نشان میداد در بازیگری و جلب آدم ها یک بار استعدادی در او ظاهر شده بود هم از این رو هنوز یک سال از حضورش در تهران نگذشته با یک بازی حساب شده برنامه ادغام تمام نیروهای مسلح کشور را به تصویب دولت رساند و قشون متحدل شکل همان طرحی که سال قبل در جلساتی با حضور افسران انگلیسی به ریاست سالار لشکر مطرح بود شکل گرفت. بیست هزار نفر جاندارم، قزاق، بریگاد مرکزی، پلیس جنوب و غیره. رجال ملی و آزادیخواه رضاخان را مظهر آرزوهای خود میدیدند که بدون مستشار و فرمانده خارجی به کاری که تصور میرفت در عهده هیچ ایرانی نیست تحقق بخشیده سفارتخانه های روز فرانسه و آمریکا از او نهایت پشتیبانی را می که بدون قبول نوکری سفارت انگلیس مملکت را نزد می سفارت انگلیس نیز او را شکل دهنده آرمان های خود میدید. آنها در آن شرایط ایران را کشوری آرام میخواستند. دنیا روز به روز بیشتر به نفت محتاج می و انگلیسی ها با داشتن تسلط بلا منازه بر نفت جنوب ایران عملا ابرقدرتی خود را تثبیت می و این به آرامش ایران بهتر و بدون هزینه و خطر به دست می آمد. اولین سالگرد کودتای سوم اسفند 1299 که فرا رسید موقعیتی بود برای یک قدرت نمایی سردار سپه حالا آنقدر یار و مشتاق داشت که یکی از آنها به جای سید زیا برایش اعلامیه بنویسند. روز دوم اسفند اعلامیه ای چاپ و به در و دیوار تهران کوبیده شد با این مضمون که با بودن من تجسس برای یافتن مسبب حقیقی کودتا موسک است این بیانیه زیرکانه علاوه بر آنکه نوعی قدرت نمایی بود پیامی هم برای سفارتخانه ها و گروه های با سیاسی میفرستاد. یعنی مستقیما به من مراجعه کنید و در نهایت رسما و خلاف قانون تهدید می کرد که اگر بعد از این کسی در جرایت مطلبی علیه کودتا بنویسد جریده را توقیف و مدیر و نویسنده آن را هم که هر که باشد تسلیم مجازات خواهم نمود. رضا خان در حالی که وارد چنین معرکه شده بود لحظه ای از جمع کردن مال قافل نبود. او در همان یک سال خود را در صفحه یکی از ثروتمندان جا داده بود. و در فرصت های پدید آمده در وسط گفتگوهای سیاسی در زمینه خرید زمین و ملک هم اقدام میکرد. و گاه با فرستادن رسولانی به نزد این و آن همان حوثی را که در سر سید زیا بود تحقق می اولین کسانی که سرکیسه را شل کردند همانها بودند که باید این کار را می کردن. فرمان فرما زمینی در کنار پارک خود پیشکش کرد. رزاخان ژست گرفت که دیگر پیشکش نمیپذیرد خدا به یک دهم قیمت معامله را جوش داد معمارباشی سانه که معمار دربار بود فراخوانده شد تا زیر نظر فرمان فرما منویات وزیر جنگ را اجرا کند و کاخی تدارک ببیند رزاخان که افسران مورد اعتماد خود را بی توجه به درجه قبلی آنها در سراسر مملکت گماشته بود از این خانه یغما به آنها نیز میرسان و وفاداری آنها را بیش از پیش میخرید هنوز تاجر ملوک و فرزندانش لذت رفتن به خانه را به دست نیاورده بودند و تازه چند روزی بود که چهارمین فرزندشان به دنیا آمده بود که خبری به گوش تاجر ملوک رسید و او را دچار قش و ضعف و بیماری کرد رزاخان مشغول گرفتن زن دیگری بود آن هم زنی از خانواده سلطنتی قاجار ماجرا از آنجا آغاز شد که سردار سپه به آوردن یکی از خواهران خود نبات خانوم به تهران و گرفتن خانه برای او که دختر بزرگش فاطمه را هم در آنجا جا داده بود خانه یافت که گاه شبها سریبان ها میزد و خود را از قرولند های تاج الملوک نجات میداد. خدایارخان که از هر کدام از نظامی ها به خصوصیات رضاخان آشناتر بود و همو بود که ملک و املاک برایش جور می کرد در دلش انداخت که بهتر از خانه نو کند و خود به جستجو در میان خانواده های اشرافی پرداخت. رزاخان نمی توانست مانند سردار معظم مجلس اشرت برپا کند و معشوقه های متعدد داشته باشد. پس کار به سامان رسید خدایارخان آرخان توران نوه مجد و دوله را انتخاب کرده بود که احترام زیادی نزد شاه و درباریان داشت و از رجال دوران ناصری بود این دختر 17 ساله که به زیبایی مشهور بود در این زمان در سالهای پایانی دبیرستان ناموس درس میخواند. روز عید قربان سلام خاص در کاخ برگزار بود. احمد شاه که فردای آن روز به فرنگ میرفت شادمان بود و به ظاهر توانسته بود بحران حاصل از کودتا را از سر بدر کند پس از آنکه کس عکسی به یادگار دولتیان و درباریان با شاه و ولیعهد برداشتند سردار سپه خود را به مجد دوله رساند و گفت قربان عیدی ما را نمیدهید مجد و دوله تعارف کرد که چیزی قابل مقام حضرت اشرف را داشته باشد اگر سراغ دارید بفرمایید تقدیم کنم فردای آن روز حکیم خانوم خواهر بزرگ و ناتنی سردار سپه همراه زن یکی از برادران ناتنی او به خانه مجد و دوله رفتند یکی از اتومبیل های وزارت جنگ آنها را برد روز عید قدیر را برای مراسم عقد در نظر گرفتند در این حال خدیجه دختر بزرگ تاج الملوک مادر غمزده را که پس از به دنیا آوردن علی رزا هنوز در رخت خواب بود در کنار گرفته بود و او را دلداری میداد. سردار سپه با این وصلت به یکی از آرزوهای خود رسیده و خود را با بزرگان وصل کرد. عروس نوه علی رزا خان اولین نایب سلطنه احمدشاه و رئیس سیل قاجار بود. خانه بزرگ از خانه های مشیر و سلطانه را برای عروس تازه وزیر جنگ آماده کردند. و در همان حال به دستور رضا خانه فتن و دوله پیشکار فرمان فرما را که او در زمانها در بیرونی آن زیسته بود و آرزو کرده بود که خانه ای مثل آن داشته باشد نیز به همان روال... روال سابق با پیغام خریدن. ساختمان آن را کوبیدند و معمار مشغول ساخت خانه بزرگ در آن شد وزیر جنگ قصد داشت آنجا را خانه اصلی خود قرار دهد و به اشگاه تاج الملوک بی توجه بود. در عرصه سیاست اما روزهای سختی بر وزیر جنگ می گذشت. قوام و سلطنه در دوره دوم نخست وزیری خود قصد نداشت او را بگذارد که هرچه می خواهد انجام دهد. به که در نخست وزیری قبلی کوشیده بود آمریکاییان را وارد ایران کند هم مستشار مالی استخدام کرده بود و هم استخراج نفت شمال را به مناقصه گذاشته و استاندارد اویل را به صحنه آورده بود اینک نرسیده تغییری در قانون نفت مجلس داد و اجازه گرفت که هر شرکت آمریکایی را که آماده باشد طرف قرارداد قرار دهد این کار او به شدت انگلیسی ها را نگران میکرد. سرپرسی لورن وزیر مختار تازه انگلستان کار و ایران شناس بود و جانی به سفارت داده بود. راهی هم به وزیر جنگ باز کرده بود. از طریق اردشیر جی و فتولاه اکبر سردار سپه در قلب مجادله نیروها قرار گرفته بود و آهست آهسته یارگیری های مشخص میکرد. مجلس دیگر آن تقسیم بندی قدیم را نداشت بلکه مدرس خطر را بو کشیده و میکوشی تا احمد شاه و فرمان فرما را نیز از آن با خبر کند اما آن هر دو محافظ کار بودند و میخواستند وزیر جنگ را نیازارند پس وقتی که مدرس بعد از استعفای مشیر و دوله نام قوام و را به عنوان نامزد نخست وزیری پیش کشید بین او و فراکسیون اعتدالی اختدال افتاد سردار معظم و نصرت و دوله مصطفی مصرف الممالک را پیشنهاد می کردن. ولی نتوانستند در مقابل مدرس کاری کنند. سردار سپه از نخستین روز تشکیل این کابینه سر ناسازگاری گذاشت ولی قوام کسی نبود که از میدان به در رود اولین زور آزمایی دو حریف وقتی اتفاق افتاد که ملیسپو امور مالی و خزانهداری را در اختیار گرفت او که با توصیه شستر مستشار قبلی و خوشنام خزانهداری انتخاب شده بود در این راه اداره مالیات های غیر مستقیم انبار غله و خالص جات دولتی را که قبلا وزیر جنگ با گماشتن خدای آرخان به ریاست آن عملا در اختیار خود گرفته بود به زیر بخش ادارات مالیه کشید. قوام برای این کار به جای مدیر الملک جمع که موتی رضاخان بود فهیم الملک را وزارت مالیه داد. چنانچه سردار معظم و نیرون ملک دو وزیر دیگر نزدیک به سردار سپهرانیز نیز کنار گذاشته بود.